نام خدا، به نام ایران، به نام آزادی و به نام شهیدان 19 فروردین، شهیدان شرف و آزادی ایران. مهدی مددزاده گفت: در این مسیر پرچم هیهات را بلند می کنم و قیمت راهی را که انتخاب کردم می دهم. سعید چاوشی گفت: به استقبال هر سختی و ابتلایی خواهیم رفت. فائزه رجبی گفت: ما نویسنده سرنوشت خود و خلقمان هستیم. و امیر مسعود فضل اللهی گفت: در این دنیا هیچ چیز زیباتر از وفای به عهد و پیمان نیست. و سبا هفت برادران و سبا گفت: ما ایستادیم و تا آخر نیستیم. این آخرین گفته های شهیدان 19 فروردین است که آن پایداری بزرگ را بیان می کند و درود بر همه آنها. شهادت اولین دسته از اعضای مرکزیت مجاهدین، علی میهندوست، علی باکری، ناصر صادق و محمد بازرگانی، تا حماسه سرخفام اشرف در 10 شهریور، همین پیام به پیش می رود: مقاومت، مقاومت و باز هم مقاومت. این است کلید رهایی و راه گشایی در خفقان فاشیسم دینی، و این است راه تغییر سرنوشت و ساختن آینده. حضار محترم، حمله قوای عراقی به اشرف در 19 فروردین، آن هم به دستور ولایت فقیه، حلقه از زنجیره طولانی محاصره، توطئه و قتل عام بود که برای انهدام اشرفی ها و تنها جایگزین دموکراتیک برای فاشیسم دینی تدارک دیده شده بود. حالا به صحنه سیاسی ایران نگاه کنید. به یمن پایداری پرشکوه قهرمانان اشرفی و به یمن از خودگذشتگی اشرف نشان ها و رنج حامیان و دوستان این مقاومت در سراسر جهان، مقاومت ایران در آزمایشی بسیار سنگین و خونین که هنوز هم ادامه دارد سرفراز شد. آلترناتیو زنده و پرخروش این رژیم، یعنی نماد آزادی خواهی ایرانیان، سرشارتر و مستحکمتر از همیشه قد برافراشت. اما رژیم آخوندها در باتلاق بحران و شکست‌های بزرگ گرفتار شد. 10 ماه پس از کاریکاتور انتخابات در رژیم ولایت فقیه، ریاست جمهوری آخوند روحانی و نمایش اعتدال او باعث شقه و فلج درونی رژیم آخوندی شده است. 5 ماه پس از توافقنامه اتمی ژنو، این توافقنامه به تناب دار رژیم تبدیل شده و تضاد میان جامعه عصیان زده از فقر و گرانی با رژیم حاکم تشدید شده است. نمایش میان روی جناح روحانی و رفسنجانی نیز در عرض فقط چند ماه شکست خورد. حالا رژیم ولایت فقیه در تناقض‌های لاینحل دست و پا می‌زند. از یک طرف به ژست‌های اعتدال نیازمند است، از طرف دیگر از ترس سست شدن بندهای اختناق و باز شدن راه قیام‌ها، اعدام‌ها را در مقیاس بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. از یک طرف برای رفع تحریم ها به اجرای توافقنامه اتمی احتیاج دارد، و از طرف دیگر
از ترس عواقب مرگبار این عقب نشینی قادر به دست کشیدن از برنامه بمب‌سازی نیست و خامنه‌ای فریاد می‌زند که در زمینه حرکت هسته‌ای مطلقاً امکان توقف و یا کند شدن وجود ندارد و اعلام می‌کند که هرگز از تأسیسات هسته‌ای دست بر نخواهد داشت. از یک طرف به مهار روند فروپاشی اقتصاد کشور نیاز دارد، از طرف دیگر قادر نیست هزینه‌های عظیم ماشین سرکوب و مخارج هنگفت جنگ در سوریه را کم کند. از یک طرف به بهبود روابط دیپلماتیک خود با سایر دولت‌ها نیاز دارد، از طرف دیگر آنقدر شکننده و لرزان است که از کمترین سخن در مورد نقض حقوق بشر در ایران فریادش به هوا بلند می شود. واکنش های جنون آسای رژیم نسبت به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا، آن هم درباره نقض حقوق بشر در ایران، درماندگی آخوندها را به بهترین وجه نشان می دهد. تا آنجا که به خود رژیم برمی گردد، فریادها و غیظ و کین آخوندها اولا برای این است که می‌خواهند گارد دفاعی خود در برابر خطر حقوق بشر را محکم کنند و ثانیاً می‌خواهند در جنگ قدرت درونی راه جناح رقیب را ببندند. ترس عمیق آنها از حقوق بشر بی‌مورد نیست، زیرا کمترین شکافی در این زمینه برای قیام‌ها و شکستن زنجیر اختناق راه باز می‌کند. به خصوص که مردم و مقاومت ایران برانند که علاوه بر زهر شقه درونی و اضافه بر زهر اتمی، زهر حقوق بشر را نیز به این رژیم تحمیل کنند. بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دولت‌های غرب می‌گوییم که روابط خود با این رژیم را به مسئله حقوق بشر در ایران، به ویژه لغو اعدام‌ها، توقف شکنجه و سرکوب و تن دادن این رژیم به آزادی بیان مشروط کنید. به آنها می‌گوییم در سمت درست حرکت شتابان تاریخ به جانب آزادی، به ویژه در خاورمیانه و در کانون آن ایران قرار بگیرید. به آنها میگوییم سیاست مماشات و امتیاز دادن به رژیم را متوقف کنید. به آنها میگوییم به بهانه مذاکرات اتمی بر جنایات این رژیم علیه مردم ایران و بر نقش رژیم در نسل کشی در سوریه و اشغال مرگبار عراق چشم نبندید. این رژیم رفتنی است و مردم ایران بی تردید پیروز خواهند شد. عزیز، به جمعه خونین 19 فروردین برگردیم. به این عکس نگاه کنید، لحظه ای که یک حامی دولت عراق در حال زیر گرفتن اشرفی هاست و مجاهد خلق علی اکبر مددزاده نیز توسط همین حامی ها با شقاوت
تمام زیر گرفته شد و به شهادت رسید. این عکس به تنهایی تمام آنچه را که در روز 19 فروردین و پس از آن بر اشرفی ها روا شده در خود فشرده کرده است. هم شقاوت دولت دست نشانده آخوندها و هم حماسه و قهرمانی اشرفی ها. درود بر این مجاهدان قهرمان. اما ببینیم که در آن روزها چه گذشت. درست یک هفته بعد از حمله 19 فروردین، کمیسر عالی حقوق بشر بر لزوم انجام یک تحقیقات مستقل و شفاف و بی‌طرف و پیگرد عاملان جنایت تأکید کرد. همزمان جان کری رئیس وقت کمیته خارجی سنای آمریکا خواستار انجام تحقیقات در این باره شد. اما سازمان ملل کاری نکرد. بعداً معلوم شد که سازمان ملل در عراق به هیچ کاری که مورد مخالفت دولت مالکی باشد دست نمی‌زند. آقای بومدرا در استماع کنگره آمریکا شهادت داد که از مهر 1390، یعنی از وقتی که کوبلر به عراق رفت، 95% منابع، پرسنل و وقت یونامی صرف کمک به دولت عراق برای بستن اشرف شد. وی فاش کرد که در هر موضوع مربوط به اشرف، کارهای یونامی در دفتر نخست وزیر عراق و تماماً تحت اشراف و طراحی سفارت رژیم ایران در بغداد انجام می شود. دقیقاً در همین راستا رد پا و نفوذ فاشیسم دینی را در برخی عبارت‌های گزارش‌هایی می‌بینیم که در ژانویه گذشته، البته با تاریخ اوت 2013 که کوبلر هنوز رسماً نماینده ویژه دبیرکل در عراق بوده، به نام دفتر حقوق بشر یونانی در بغداد در اشتراک با کمیساریای حقوق بشر منتشر شد. بر همین پایه سست و نامعتبر مجدداً در ماه مارس همان پاراگراف و همان مضمون را در گزارشی به نام دبیرکل به شورای امنیت ارائه کردند. این عیناً و دوباره تکرار همان دعاوی و اتهامات سوخته است که گویا نه حکومت عراق بلکه این رهبری کمپ لیبرتیست که مجاهدین را از دسترسی به درمان پزشکی باز داشته و حقوق آنها را نقض کرده است. بله، این پاراگراف در یک مکان و توسط فرد یا افراد واحدی علیه قربانیان قتل عام و محاصره به سود دیکتاتوری‌های ایران و عراق نوشته شده و هدف از آن چیزی جز منحرف کردن اذهان از جنایت‌های بزرگ علیه اشرفی‌ها نیست. هر چقدر هم که می‌گوییم چرا بر اساس یادداشت تفاهم و بیانیه وزیر خارجه وقت آمریکا ناظران سازمان ملل به طور شبانه روزی در لیبرتی مستقر نمی‌شوند که همه چیز را خودشان به چشم خود ببینند، متاسفانه پاسخی دریافت نمی‌کنیم. راستی چرا؟ البته در این فاصله خانواده‌ها و یاران اشرفی‌ها بیکار ننشستند. خانواده‌های شهیدان و مجاهدین اشرفی در لیبرتی و در نیویورک شکایت کردند و حالا هم تصمیم دارند در مورد نویسنده یا نویسندگان مطالبی که حقایق را وارونه جلوه می‌دهند شکایت کنند. از طرف دیگر گروه کار بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد
تا به حال دو بار گزارش داده که لیبرتی یک زندان است. تا به حال 18 نفر از اشرفی ها به علت محاصره درمانی جان باختند. در این کتابی که من اینجا با خودم اون رو آوردم، در این کتاب می‌بینید که این کتاب کتاب خیانت به سوگند بقراط است که توسط پزشکان بیمارستان اشرف تهیه شده. در این کتاب شرح کاملی از چگونگی زشکش کردن بیماران اشرفی توسط مأموران دولت عراق ارائه کردند. حالا سوال ما این است که چرا سازمان ملل حتی یک بار در یک موضع‌گیری قاطع علنی خواهان رفع محاصره پزشکی و قضایی از لیبرتی نشده؟ آقای طاهر بومدرا در مقر اروپای ملل متحد شهادت داد که گزارش‌های یونامی که در بغداد تهیه می‌شود پس از آن که در ژنو و نیویورک ادیت می‌شود باید قبل از انتشار به دولت عراق ارائه شود و تنها در صورت موافقت عراق، یعنی به شرط دستکاری های فرمایشی عراق، گزارش ها منتشر می شود. بله، این نخستین و مهمترین واقعیت است. واقعیت دیگر را شماری از کارمندان شرافتمند سازمان ملل بیان کردند. آنها می گویند برخی ها در سازمان ملل کارشان تجارت با کلمات و جملاتی است که از قبل آماده دارند و در مواقع لزوم یا به اقتضای سفارش آن را به کار میبرند، در حالی که بسیاری نهادهای ملل متحد نیز با این گزارش ها مخالفند و آن را علیه اهداف خود میدانند. همچنین باید یادآوری کنم که مجاهدان لیبرتی و وکلایشان در نامه‌های متعدد از دبیر کل و شورای امنیت خواسته اند موضوع تحقیقات درباره جنایت علیه بشریت در اشرف به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود. در اینجا به آنها می‌گوییم آقایان، اگر این برای شما سنگین است، کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب حقوق بشر را موظف به تحقیقات کنید. اگر حکومت عراق بی تقصیر است، آن را وادار کنید به تحقیقات توسط عفو بین الملل تن بدهد. این درخواست فقط برای شکایت از گذشته نیست، آنچه قبل از هر چیز برای تضمین حقوق مجاهدان آزادی و حفاظت از جان آنها در حال و آینده ضروری است، این شکایت است. و اگر بعد از اولین حمام خون در اشرف در مرداد 88 یا بعد از دومی در فروردین 90 آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر به تعهدات و تأکیدات خود درباره تحقیقات مستقل پایبند بودند، قطعاً از سلسله حملات بعدی ممانعت می‌شد. ما خواستار آن هستیم که دبیر کل با صراحت و قاطعیت به موارد همدستی و چشم پوشی در قبال جنایت علیه بشریت خاتمه بدهد و بر اساس یک زمانبندی مشخص تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های جمعی و گروگانگیری در اشرف را مقرر کند. آیا این خواستی نابجا و اضافه است؟ البته که خیر. اینها خواست‌های اضافی نیستند، بلکه برای جلوگیری از تکرار جنایت‌های ضد انسانی ضروری و همچنین برای حفظ اعتبار سازمان ملل لازم است. دوستان عزیز، حضار محترم،
ما الان در 20 سالگرد قتل عام رواندا قرار داریم و میدونید که آقای بانکیمون در این باره گفت سازمان ملل همچنان از نسل کشی رواندا احساس شرم میکند. نظیر این ابراز شرمندگی رو دبیر کل کنونی و همچنین دبیر کل پیشین در مورد قتل عام سربنیستا نیز تکرار کردند. دبیر کل بارها بر اصل شناخته شده مسئولیت حفاظت تاکید کرده. طبق این اصل اگر بیم نسل کشی، بیم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی می رود، نباید و نمی توان پشت حق حاکمیت پنهان شد. زیرا مسئولیت حفاظت به هیچ وجه حاکمیت کشورها را مخدوش نمی کند. آقایان، ابراز شرمندگی و انتقاد از خود حتی با تأخیر چند ساله خیلی خوب و بسیار خوب است، اما به همین خاطر باید به این بیعملی هولناک در مورد شرایط بحرانی لیبرتی خاتمه دهید. و حالا گزارش کوتاهی از لیبرتی. در حالی که 14 ماه از نخستین حمله موشکی به لیبرتی می گذرد، دولت عراق برخلاف قرار داد و یادداشت تفاهمی که با سازمان ملل امضا کرد، از اجرای الزامات امنیتی کماکان ممانعت می کند. از 17500 تیوال حفاظتی فقط 3.5% اون تا به حال برگردانده شده. محل‌های استراحت و اکثر سالن‌ها هیچ حفاظی ندارند. ما حتی حاضر شدیم با هزینه گزاف سنگرهای انفرادی 2 متر در 2 متر رو خودمان بخریم، چیزی که دولت عراق خودش پیشنهاد داده بود. اما همین رو هم فقط بعد از اینکه 46 سنگر انفرادی وارد لیبرتی شد متوقف کردند. یونامی و مانیتورهای ملل متحد هر روز این رو به چشم می‌بینند و در جریان جزئیات اون هستند. من در اینجا یک بار دیگه بر تأمین الزامات مبرم امنیتی در لیبرتی در برابر حملات موشکی از جمله تیوال، سنگر و انتقال تجهیزات ایمنی و پزشکی از اشرف تأکید می‌کنم. در 2 سال گذشته مخالفت حکومت عراق با انتقال تجهیزات پزشکی مجاهدان از اشرف به لیبرتی و ممانعت از ساختمانسازی برای بیماران، معلولان و مجروحان با هیچ موضع‌گیری و اعتراض آشکار از طرف ملل متحد مواجه نشده و این باعث تأسفه. اما تا بخواهید داستان سرایی های مضحک درباره بی اطلاعی حکومت عراق از حمله به اشرف و داستان های ساختگی درباره دفن مخفیانه شهیدان به ما منتقل شده، مانند اینکه حکومت عراق به خاطر کمبود جا در سردخانه های عراق پیکرهای شهیدان رو همون اوایل دفن کرده. معلوم نیست که چرا این رو درست پس از 175 روز به ما خبر میدن. اسناد متقن نشان میدهد که در روز 10 شهریور 92 مقامات ملل متحد و دولت آمریکا به سرعت و در ساعت 5:30 صبح، یعنی درست 15 دقیقه بعد از شروع حمله، با مقامات دولتی عراق در سطوح مختلف راجع به این حمله صحبت کردم. ولی مقامات عراقی مدعی هستند که از وقوع حمله تا ساعتها بعد بی اطلاع بودند. آیا سریال دروغ‌های حکومت عراق هدفی جز از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت دارد؟ مگر سازمان ملل و جانشین نماینده ویژه دبیرکل
درست در روز تحویل گرفتن پیکرهای 52 شهید در اشرف ما در این باره تعهد مکتوب ندادند. پس چرا همچنان به این سکوت ادامه می‌دهند؟ بر اساس تعهدات آنها و نامه دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک درباره اجساد و اموال و مخصوصاً امنیت بود که من از 42 مجاهد باقی مانده در اشرف درخواست کردم به لیبرتی بروند. بله، ما اجرای تعهدات مکتوب و قولهای انجام نشده رو در اسرع وقت خواست داریم. خواسته ما همچنین آزادی گروگانهای اشرفی و انتقال تمامی مجاهدان لیبرتی، به خصوص مجروحان و بیماران، به آمریکا و اروپا است. دوستان عزیز، حضار محترم، در 19 فروردین و در همه حماسه های تابناک این دوران، آنچه که اتفاق افتاده تنها مقاومت در برابر حمله های وحشیانه نیست، بلکه قیامی است در دفاع از اصیل ترین ارزش های بشریت که الهام بخش زنان و جوانان ایران در مبارزه برای کسب آزادی و برابری است. پس سلام می کنیم بر 36 قهرمان شهید در 19 فروردین، دختران قهرمانم سبا و شهناز، مهدیه و آسیه، فائزه و نسترن و مرضیه و فاطمه که پیام‌آوران پیروزی زن ایرانی بر ارتجاع و ستم و نابرابری اند. آنها به راستی پدیده نوینی در مبارزه آزادی بخش مردم ایران خلق کرده اند. و همچنین پرشورترین سلام ها به فرمانده سعید چاوشی، منصور حاجیان، حسن اوانی، حنیف کفایی، زهیر زاکری و دیگر شهیدان قهرمان 19 فروردین، مردان پیشتازی که مبارزه سیاسی و پیکار برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه را با مبارزه عمیق برای کنار زدن همه عناصر کهنه و بازدارنده استثماری درآمیختند. و از آنجا که آرمان برابری را از دل و جان پذیرفته‌اند و این آرمان در اندیشه و عمل و روابط آنها رسوخ کرده است، به گوهر رهایی و خلاقیت و توانمندی های شگفت دست یافتند. درود بر این قهرمانان که با الهام از معلم و آموزگار خود مسعود برای آزادی مردم ایران قیام کرده اند و به مقاومت به هر قیمت برخواسته اند. راه ما و پاسخ ما در همین مقاومت به هر قیمت است. و چنان که مسعود گفته است، وقتی دیو تنوره می کشد، وقتی که دشخیم سر از پا نمی شناسد، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. مجاهدین از بنیانگذارانشان تا اعضا و هوادارانشان در تمام ایران و در سراسر جهان این درس را به خوبی آموختند که تاریخ خلق و میهن خود را چگونه بنویسند.
دوستان عزیز، حضار محترم، حضور نمایندگان انجمنهای جوانان ایرانی در این گرد همایی پیام روشنی برای هموطنان ما در داخل ایران و برای جامعه جهانی است. پیام این است که جوانان ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوری مذهبی و برقراری آزادی و دموکراسی مصممند و در هر کجای جهان که باشند قلبشان برای ایران و مردم ایران میتپد. در سیمای شما جوانان که در پی آرمان آزادی هستید، من به پاخواستن دوباره شهیدان را میبینم، زیرا همچنان که بارها خودتان گفته اید، پرچم آرمان آزادی، پرچم این شهیدان و این قهرمانان را به دست گرفته اید. از رحمان و امیر و سعید تا سبا و آسیه و مهدیه. آری، شما جوانان که امروز به مقاومت و قیام برخواسته اید، آینده ایرانید و دیکتاتوری مذهبی باید بداند که در برابر نسل جوان ایران و پیشتازان آنها در لیبرتی راهی جز سرنگونی برای آنها وجود ندارد. دوستان عزیز، مقاومت ایران استوار و پابرجاست و حالا موج طوفان به سوی رژیم ولایت فقیه برگشته است. آخوندهای حاکم از هر راهی که بروند به سرنگونی میرسند. اراده مردم و مقاومت ایران بر همین است. ما برای یک ایران آزاد و دموکراتیک بر اساس جدای دین از دولت قیام کرده ایم و به پیروزی آزادی و حاکمیت مردم یقین داریم. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.